18 مرداد ماه 1398 خورشیدی و 9 اوت 2019 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به معرفی محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران. محمد جواد ظریف متولد تهران دی ماه 1338، حاصل ازدواج دختر یک تاجر تهرانی با پسر یک تاجر اصفهانی، یا محصول ازدواج پسر یک تاجر تهرانی با پسر یک دختر فلان تهرانی با پسر یک تاجر اصفهانی. پدر و مادر مام جواد هر دو ازدواج دومشون بود و از ازدواج اول بچه های دیگه ای داشتن. مام جواد 6 سالش که میشه میفرستنش مدرسه علوی، مدرسه مذهبی که مدیرش و مدیراش در واقع ارتباط نزدیک با انجمن ضد بهائیت داشتن، انجمنی که بعداً بهش گفتن انجمن حجتیه، و اصلا هزینه مدرسه رو از بازاریای مرتبط با انجمن ضد بهائیت تأمین کردن. خیلی از کسایی که تو مدرسه علوی بودن گرایش ضد بهائیت یا داشتن یا پیدا می‌کردن و حقوق بشر اسلامی رو به قول خودشون از همونجا یاد می‌گرفتن که هیچ کس جز شیعه منتظر ظهور امام زمان حق حیات نداره. خیلی از مسئولان جمهوری اسلامی از مدرسه علوی در اومدن، از ممدلی رجایی گرفته تا باهنر و کمال خرازی و همین ظریف، و البته خیلی از اعدامای بلافاصله بعد از انقلاب از رجال حکومت شاه رو پشت بوم همین مدرسه علوی انجام شد. باری گرچه پدر و مادر مام جواد از خانواده های مذهبی بازار تهران و اصفهان بودند، اما طرفدار خمینی نبودند، اصلا مخالفتی با نظام حکومتی قبل از انقلاب نداشتند. اینو خود ظریف میگه در کتاب آقای سفیر، و تو همین کتاب توضیح داده میشه که پدرش باغبانشان را مأمور کرده بود تا مام جواد را هر روز به مدرسه برساند، چون نگران بودند که با کسی معاشرت نکند و احتمالاً مثل اغلب دانش آموختگان این مدرسه به یک فرد تند سیاسی بدل نشود. او یک مبارز سیاسی نشد. سال 55 میفرستنش آمریکا برای ادامه تحصیل، دو سال قبل از انقلاب حدوداً. مشکل سربازی البته داشت، چون 16 سالش بود و مشکل سربازی رو باید حل میکردن، که این مشکل رو در رابطه با پدر مام جواد در واقع حل کردن. پدر مام جواد با یکی از دوستای ساواکیش به الهار این موضوع رو حل کرد. به دانشگاه سان فرانسیسکو رفت محمد جواد ظریف. همزمان با انقلاب ایران با بچه های انجمن اسلامی در برکلی آشنا شد و بیشتر وقت خود را در جلسات و تظاهرات میگذراند. سعید امامی که بعداً شد معاون و قاتل معروف وزارت اطلاعات، هم از اوائل سال 57 عضو فعال انجمن اسلامی دانشجویان در آمریکا شده بود. صفحه 39 کتاب آقای سفیر رو براتون یکی دو خطش رو میخونم از قول مام جواد ظریف. میگه افرادی نظیر آقای سعید امامی و اکثر اعضای انجمن اسلامی دانشجویان برخلاف من نسبتاً تند عمل می کردند و مشی بسیار انقلابی داشتند، اگرچه رابطه دوستی بین ما برقرار بود و رفت و آمد خانوادگی هم با یکدیگر داشتیم، اما از همان ابتدا خط مشی من با هم متفاوت بود. در همان زمان بود که انگ لیبرالی به بند زده شد. در کمیته سوم سازمان ملل بحث حقوق بشر به تازگی علیه ایران مطرح شده بود. بنده مسئول این کمیته شدم و آقایان سعید امامی و سیروس ناصری هم به عنوان همراه من در جلسات شرکت می‌کردند. سیروس ناصری بعداً نماینده جمهوری اسلامی در دفتر اروپایی سازمان ملل شد و عضو تیم مذاکرات هسته‌ای دوره محمد خاتمی، بعد متهم شد به جاسوسی و به رشوه گرفتن در معاملات نفتی و این داستان. مام جواد ظریف بعد از انقلاب 57 از برکلی میره دنور، شهر دیگری در ایالتی دیگه در آمریکا، و تو دانشگاه دنور روابط بین الملل میخونه. همون موقع با کنسولگری جمهوری اسلامی در آمریکا قبل از گروگانگیری و با دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل کار میکنه. ظریف و چند تا دیگه که به اصطلاح خودشون لیبرالای انجمن اسلامی آمریکا بودن، گروه نیویورک رو در واقع مثلا حالا بهشون میگن درست میکنن که
کمال خرازی و بعد صادق خرازی رو شاید بشود سردستشون دونست. این گروه مهمه در تاریخچه دیپلماسی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران که حالا بهش میپردازیم. اجازه بدین من یه مکس کوتاهی بکنم روی این خرازی ها که مهمه، بعد با ظریف و با ظرافت ادامه میدیم. خانواده خامنه ای رهبر معظم و خانواده خاتمی که نمیدونم بهش چی میگن، میگن رهبر اصلاح طلب و پدر معنوی نمیدونم فلان بهمان، به هر حال خانواده خامنه ای و خانواده خاتمی با هم فامیلن. مسعود خامنه ای سومین پسر خامنه ای با دختر محسن خرازی ازدواج کرده. محسن خرازی برادر کمال خرازی است. کمال خرازی عموی صادق خرازی است. پسر صادق خرازی با دختر محمد رضا خاتمی ازدواج کرده، با برادرزاده محمد خاتمی در واقع. یعنی خانواده خرازی یه دختر دادن به خانواده رهبر معظم، یه پسر دادن به خانواده خاتمی. خب وقتی همه جمعن دیگه خودتون میدونین چه بخور بخور یه سر سفره. دو نفر از اینا رو که بیشتر به کارنامه ممجواد ظریف مربوط میشن و بگم، یکی کمال خرازی که در واقع پدر همون گروه نیویورکی هاست که درباره فعالیت هاشون میخوایم صحبت بکنیم. کمال خرازی اسم شناسنامهش هست سید علی نقی، الان 76 سالشه، طبق شناسنامهش متولد 1323، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی است که مستقیما زیر نظر خامنه ای فعالیت میکنه. اصلا به دستور خامنه ای سال 85 تشکیل شد این که برای خودش دولت رهبر معظم رو به اصطلاح تکمیل بکنه. زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی این کمال خرازی شد وزیر خارجه، اما قبل از خاتمی از اول انقلاب در حکومت آدم مقتدری بود، به همون دلایل مسائل مدرسه علوی و ارتباطات و یه دوره هم ناظم مدرسه علوی بود قبل از انقلاب و نقش پدرش و این داستانه. به هر حال من برای اینکه بشناسینش فقط یک نقل قول میارم از همسر مهندس عباس امیر انتظام، سخنگوی دولت موقت بازرگان، در گفتگویی که حسین دهباشی در تاریخ آنلاین با ایشون داشته است. روایت بازداشت امیر انتظام و محکومیت به اعدام او و بعد حبس ابدش به اتهام جاسوسی که در حقیقت به دلیل مخالفت علنی امیر انتظام با موجودیت مجلس خبرگان بود. حالا ببینیم اینو برمی‌داریم. در حدود ساعت 10 صبح به مرحوم قطب‌زاده در وزارت خارجه تلفن کردم. تلفن به دفتر کمال خرازی معاون وزارت امور خارجه وصل شد. از او در مورد مرحوم قطب‌زاده سوال کردم. گفت ایشان جلسه دارند و به من پیغام دادن که شما رو برای فردا شب یعنی چهارشنبه شب ساعت 9 به وزارت خارجه دعوت کنم. گفتم چرا ساعت 9 شب در وزارت خارجه؟ گفت برای اینکه ایشان بسیار گرفتارن. نسبت به اینکه قطب‌زاده واقعا در جریان دعوت من باشد کمی مردد شده بودم. بعد به مهندس بازرگان که در آن زمان هنوز عضو شورای انقلاب بود تلفن کردم. ایشان پرسید از کجا تلفن میکنید؟ گفتم از تهران. گفت برای چه به تهران آمده ای؟ گفتم طبق دعوت آقای قطب‌زاده برای مشورت در امور سیاست خارجی. آقای بازرگان که گفت که ساعت 10 صبح پنجشنبه به دیدن من در نخست وزیری خواهد آمد. تاریخ صحیح نه دیگه ببخشید مثل این تموم شد سوال. بله البته اینجا من یه چیزی رو یادآوری کنم، شما هم اگر به من کمک بکنید. سالها بعد که مرحوم قطب‌زاده در زندان گرفتار شد و متاسفانه اعدام شد، شما ایشون رو دیدید و آمد به دیدن شما و روی دوستی که شما از امریکا با همه اینا با دکتر یزدی و دکتر آقای قطب‌زاده شد گفتی صادق تو منو دعوت کردی به ایران برای اون جلسه، گفت روح من هم خبر نداشت و آقای خرازی امضای منو جعل کرد بر اساس توطئه‌ای که برای تو چیده بودند. بله البته آقای امیر انتظام که فوت کردن و
این هم آقای کمال خرازی که بهش میگن آقای دکتر خرازی. عرض کردم استاد گروه نیویورکی ها بوده است. یه آدم دیگه این گروه صادق خرازی است. شما وقتی میرید سازمان ملل 23 سالتونه درسته؟ 26 سال. 3 سال اشتباه کردم در محاسبه. مدرک تحصیلیتون چی بود وقتی سازمان؟ من وقتی سازمان دانشجو بودم من. در ایران دانشجو بودن. میتونم پرسن کدوم دبیرستان دیپلم گرفتید شما؟ بله من در دبیرستان حکیم نظامی قم دیپلم گرفتم. حکیم نظامی قم. با چه معدلی های دکتر؟ معدلش شاگرد خوبی نبودم من. راستش من شاگرد خوبی نبودم. معدلم فکر میکنم با دعای توسل و زور و امور اینا که زدیم شاید نزدیک 15 شد. پس اینی که بعضی از همکلاسیاتون حتی میگن که ایشون دیپلم نتونست بگیره در مدرسه حکیم نظامی. نه بی خود میگن. من دیپلمم رو خیلی دیر گرفتم. جهت اطلاعتون عرض بکنم که خب بالاخره اونها که از من جلوتر بودن درس خونده بودن زودتر وارد دانشگاه شدن. من سال 63-64 تقریبا دیپلمم رو گرفتم، برگشتم قم. و چند بعد... سالتون بود دیپلم گرفتی؟ 21-22 سال بودن. یعنی با 3 سال تأخیر گرفتید. بله. من مشاور وزیر خارجه موقع آقای دکتر ولایتی وزیر خارجه بودن. رفتم مشاورشون. آقای دکتر همینجا میتونید توقف کنید. چجوری میشه یک جوان 23 ساله که هنوز لیسانس هم نگرفته مشاور وزیر امور خارجه باشه؟ این رو به شرایط انقلاب باید گذاشت. این شما ببینید انقلاب 57 بود، 67 این اتفاق افتاد. حالا این آدم تای کلاسی کار بلد دیپلماسی جمهوری اسلامی میشه. تقریبا تمام تیم های دکتر خرازی رو من چیدم و من رفتم سفر نیویورک. 2 هفته در نیویورک بودم. 2 هفته در نیویورک من مسئول بررسی وضع نمایندگی شدم و اومدم یه گزارش 267 صفحه‌ای رو تنظیم تهیه کردم. موقعا 26 سالم بود. خدمت آقای دکتر ولایتی دادم، خدمت آقای دکتر خرازی دادم و خدمت رهبری هم دادم. اون گزارش گزارشی بود مبتنی بر این که یک کار جدی بکنیم ما در نمایندگی نیویورک به دلیل فقدانی که در ما مناسباتمون با امریکا داشتیم و رابطه ایران و امریکا تعطیل بود، نیویورک بشه مرکز ثقل مناسبات دو جانبه و مناسبات بین‌المللی و چند جانبه ایران. من نمیدونم این موزیک بی ربط البته مال اون ویدیوی اصل همون مصاحبه است که دیدید مال سیمای جمهوری اسلامی یا چه میدونم هرچی. حالا خلاصه به ما مربوط نیست. صادق خرازی سالها سفیر و معاون نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل بود، مشاور محمد خاتمی بود دوره ریاست جمهوری او، سفیر جمهوری اسلامی در فرانسه بود و الان هم همچنان به مشاورت محمد خاتمی و همچنین رهبر معظم هر دوانه مشغوله. حالا محصول این همه تجربه و اصالت و در هم‌آمیزی شده مام جواد ظریف که سال 67 و 68 مشاور علی اکبر ولایتی وزیر خارجه وقت شد، سال 68 تا 71 معاون نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل شد و بعد 10 سال معاون حقوقی و بین المللی وزارت خارجه. از سال 81 تا 86 هم دوباره شد سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل و بعدش هم تا 89 مشاور همین وزارت خارجه احمدی نژاد بود. از سال 92 هم که وزیر خارجه روحانی است. 9 مرداد 98 وزارت خزانه داری آمریکا مام جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی رو تحریم کرد. 2 از دلایلی که آمریکا وزیر خارجه جمهوری اسلامی رو تحریم کرده، یکیش مجری دستورات خامنه ای بودن است و تلاش برای تطهیر رهبر جمهوری اسلامی در روابط بین الملل. آمریکا خود خامنه ای رو 2 تیر 98 تحریم کرده بود و وزارت خزانه داری آمریکا همزمان اعلام کرد که این تحریم میتونه به همه مؤسسات وابسته به خامنه ای و منصوبان او تسری پیدا کنه. یعنی تحریم ظریف یه جورای ادامه مسیر تحریم رهبر جمهوری اسلامی است. یکی دیگه از دلایل تحریم همکاری ظریف با نیروی قدس
سپاه پاسداران عنوان شده. نیروی قدس سپاه فرماندهش قاسم سلیمانی در فهرست نیروها و افرادی هستند که از نظر آمریکا تروریست شناخته میشن. کل سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریسته. با این پیش زمینه خب تحریم ظریف مثل تحریم هر کسی که با یک نیروی تروریست همکاری کنه در چارچوب قوانین آمریکا قابل فهمه. اما فارغ از این تعریف‌های حقوقی، حقیقت این است که وزارت خارجه جمهوری اسلامی، چه ما خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، چه از مثل خیلی از این چی بگم، برحال بعضیایی که از ظریف طرفداری میکنن تو همین وضعیت، همینطور که از قاسم سلیمانی واسه هم میگفتن رستم دستان است و اینا طرفداری میکردن و میکنن، هر نگاهی داشته باشیم وزارت خارجه جمهوری اسلامی مهمترین نهاد جمهوری اسلامی است در گسترش تروریسم در جهان از اول انقلاب بوده تا امروز، و وزیران خارجه مهمترین مسئولان تروریسم حکومتی و شیعی در جهان بوده اند در تمام 40 سال گذشته. هر کی با تروریسم مخالفه و با تروریسم شیعی جمهوری اسلامی به ویژه مخالفه باید بفهمه اینو. همه تروریستایی که اینکه میگه باید بفهمه اینو، یعنی باید چشمش رو به این واقعیت باز بکنه. واقعیت همه تروریستایی که تو کشورهای دیگه دستگیر شدن و بعد با معامله های سیاسی رفتن ایران، از اول انقلاب تا حالا از همشون استقبال رسمی شد توسط وزارت خارجه جمهوری اسلامی تو همون فرودگاه که رفتن، در همه دوره ها از علی وکیلی راد که جزو تیم ترور شاپور بختیار بود و آخرین نخست وزیر قبل از انقلاب رو سلاخی کرد در پاریس گرفته، تا کاظم دارابی قاتل دکتر شرفکندی دبیرکل وقت حزب دموکرات کردستان ایران در برلین و اون ماجراهای دادگاه میکونس و اینا بعدش مطرح شد. ببینید یه صحبتی میکنه علی اکبر ولایتی در مقام وزیر خارجه وقت سال 1367، زمانی که مهمجواد ظریف، همین آقای ظریف، مشاورش بود، درباره آزادی انیس نقاش که رفته بود پاریس دکتر بختیار رو بکشه و 6 سالی بود که در زندان فرانسه بود. اول بهش حبس ابد داده بودن، بعد 10 سال شد و بعدم 6 سال تو زندان بود و اینا، بعد خب آزاد شد. چجوری صحبت که ولایتی وزیر خارجه درباره آزادی انیس نقاش تروریست لبنانی که از همون موقع در ایران داره زندگی میکنه و آدم متمولی است، درباره نحوه آزادی انیس نقاش ولایتی صحبت میکنه. الان میشتمین ببینین این صحبت کل وزارت خارجه یک نظام حکومتی تروریست رو توضیح میده. We promise them to make or influence. ما قول دادیم همه نفوذمان را برای آزادی گروگان‌های فرانسوی در لبنان به کار بگیریم و واقعا هم عمل کردیم، و نماینده وزارت خارجه فرانسه به فرستاده مخصوص ما قول داد در عوض کارهایی برای ما بکنند که از جمله عفو و آزادی انیس نقاش بود. Special envoy that they are going to do something including the releasing and giving amnesty to Mr. Nakash. در خدمت آقای حسن دایی هستیم، پژوهشگر روابط بین المللی جمهوری اسلامی ایران. آقای دایی خوش آمدید به امشب صفحه آخر. من از همین آغاز شروع بکنم که میخوام توضیح بدید یکی دو موضوع رو در پیوند با نقش وزارت خارجه جمهوری اسلامی و سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی به ویژه در عملیات تروریستی و بمب‌گذاری‌ها و انفجارها. این نقش به ویژه بخش کمتر مطرح شدش، اصولا این نقش چقدر بوده؟ عرض کنم که من یادم هست در دهه 80 میلادی، یعنی همون دهه اول انقلاب، در فرانسه در خیابان‌های پاریس چند بمب‌گذاری شد که عده‌ای بی‌گناه کشته شدند. انگشت اتهام به سمت جمهوری اسلامی و سفارت جمهوری اسلامی در پاریس رفت و قاضی معروف قاضی بروگر که در پاریس هست، وحید گرجی که دیپلمات ها رو متهم کرد به اینکه در این مسئله دخالت داشته و خواست ازش بازپرسی بکنه، سوال بکنه. سفارت جمهوری اسلامی حاضر نشد، سفارت رو محاصره کردن سفارت جمهوری اسلامی ها. جمهوری اسلامی هم طبق معمول که بازگیری میکنه رفت در تهران سفارت فرانسه رو محاصره کرد، سفیر فرانسه رو اونجا در حقیقت گروگان گرفت در داخل اون سفارت رو. بعد از یکی دو ماه فرانسه مجبور شد وحید گرجی رو سوار هواپیما بکنه به تهران بفرسته.
این اولین نمونه بود، ولی طی 40 سالی که جمهوری اسلامی در ایران بوده، واقعش اینه که بسیاری از کشورهای غربی، آفریقایی، اروپایی، نمیدونم، همه جا جمهوری اسلامی رو به طور مشخص متهم به تروریسم کردن. وزارت خارجه جمهوری اسلامی رو معتقدن که نقش درجه اول داشته و همین علی اکبر ولایتی گفتی در چند پرونده به طور مشخص متهم درجه اوله و سفارت‌های جمهوری اسلامی رو محل به صدا طراحی و کمک لوجستیک به انجام این ترورها دونستن. مثلا در ترور معروف به آمیا که در 1994 در بوئنوس آیرس آرژانتین انجام شد که 85 نفر فکر میکنم زن و بچه بیگناه یهودی کشته شدن، همین علی اکبر ولایتی یکی از متهمان اصلی پرونده هستشه. یا در پرونده قتل مخالفین جمهوری اسلامی و رهبران سیاسی و فرهنگی و مدنی ایرانی در کشور اروپایی، در بخصوص در دهه 90 میلادی در دوره رفسنجانی، که ده ها نفر در سراسر اروپا ترور شدن که اوجش میکونوس بود، پرونده میکونوس بود که در برلین در استرال میکونوس رهبران کرد ایرانی کشته شدند. باز هم علی اکبر ولایتی، وزارت خارجه جمهوری اسلامی و سفارتخانه های جمهوری اسلامی در اروپا به طور مشخص مورد اتهام قرار گرفتند. یکی دو کشور هم نی، بسیاری از کشورها جمهوری اسلامی رو متهم کردند. همین، حالا به تاریخ هم اگه نگاه نکنیم، همین چند ماه پیش در سال 2018 چند مورد اتفاق افتاد. یکی این که یک دیپلمات شناخته شده جمهوری اسلامی که در اتریش کار میکرد رفت بود به آلمان که یک بسته انفجاری و بمب رو تحویل بده به دو ایرانی که در محل تجمع سالانه مجاهدی بمب منفجر بکنن. این آقا که اسمش اسدالله اثری هست توسط آلمان دستگیر شد، الان در بلژیک زندانیه. تمام کشور اروپایی هم توی مسئله تایید دارن. به دنبال اون دولت فرانسه هم یک دیپلمات جمهوری اسلامی رو برای همین دخالت در مسئله تروریسم اخراج کرد. قبل از اونم دولت هلند در همون سال 2018 که عرض میکنم، یعنی حدود یک سال پیش و کمتر از یک سال پیش، دولت هلند هم دو تا دیپلمات جمهوری اسلامی رو باز هم برای طراحی عملیات تروریستی و دست داشتن در کشتن دو نفر ایرانی الاصل در هلند اخراج کرد. مهمتر از همه سفیر جمهوری اسلامی، یکی از مهمتر شاید نباشه ولی خیلی اهمیت داره، غلام حسین محمدی سفیر جمهوری اسلامی در آلمانی و دستیارش سال گذشته باز هم به اتهام طراحی عملیات تروریستی از آلمانی اخراج شدن. این غلام حسین محمدی خیلی جالبه، برای که من اولین باری که اسم این رو شنیدم در سال 2007 بود که همین جواد ظریف سفیر جمهوری اسلامی، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل بود، ماموریتش تمام شده بود، به ایران برمیگشت، برایش یک گودبای پارتی تشکیل دادن. همین غلام حسین محمد نیا کسی بود که مهمانان رو دعوت میکرد، رئیس دفتر ظریف بود و بعد مشخص شد که این آقا معاون امور خارجی وزارت اطلاعات بوده، یعنی دیپلماتیه که به اصطلاح معاون وزارت اطلاعات بوده. یعنی در حقیقت جمع‌بندی بخوام بکنیم، اگه نخوام وارد همه این عملیات تروریستی از آفریقا و آمریکای لاتین و اروپا و دیگر کشورها بشیم، اینه که در برخی از کشورها مثلا عراق، سوریه، لبنان به طور مستقیم سفارتخانه های جمهوری اسلامی در دست سپاه قدس به طور مشخص، در دیگر کشورها هم وزارت اطلاعات که تر و سپاه قدس اونها نماینده دارن تو این سفارت خونه ها، کارشون رو از طریق وزارت خارجه جلو میبرن، به اصطلاح کمک های لوجستیکی میگیرن، در طراحیش وزارت خارجه نقش داره. و اگر ما لبخند ظریف رو کنار بگذاریم، واقعش اینه که یک دستگاه تروریستیه که در خدمت ترور و سرکوب مخالفان جمهوری اسلامی در خارج کشوره. حالا بخش های دیگه که این سفارتخونه ها در خریدهای تسلیحاتی یا در آمریکای لاتین که همین اخیراً ظریف به ونزوئلا و چند کشور دیگر رفته بود، به طور مشخص در پولشویی، قاچاق مواد مخدر و دیگر چیزها که هستن، به اونها نمیخواد برسیم، وقت کم میاد. واقعش اینه که عرض کردم در ورای لبخند یه چهره کریه از این وزارت خارجه در معرض دید قرار میگیره: تروریسم، پولشویی، قاچاق مواد مخدر و سرکوب. آقای دایی، حالا به پولشویی میپردازیم، شاید برسیم که بپردازیم. من میخوام مشخصا درباره فعالیت‌های ظریف در آمریکا
صحبت کنیم، مقدمتا عرض بکنم که مرداد 96 بود که دستگاه قضایی آمریکا حکم داد که کلیه اموال بنیاد علوی ضبط بشه، البته بعد از 8 سال 9 سال کار دادستانی روی اونو، برگزاری دادگاه و اینا. اتهام پولشویی و مشارکت در عملیات تروریستی عنوان شد. اموال بنیاد علوی که البته زیر نظر آقا امام خامنه ای است این بنیاد، چند میلیارد دلاره، فقط صحبت از 500 میلیون دلار تو حسابهای بانکیش هست تو پرونده بنیاد علوی. یه برج 36 طبقه در منهتن نیویورک و چندین مسجد تو شهرهای مختلف آمریکا. طبق اسنادی که دستگاه قضایی آمریکا منتشر کرده است، جواد ظریف درباره نحوه خرج کردن درآمدها و دارایی‌های بنیاد علوی تصمیم می‌گرفته. اسناد مالیاتی بنیاد علوی نشون میده که قبل و بعد از سخنرانی محمود احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا که میدونید خیلی هم سر صدا کرد اون موقع، بنیاد علوی 150 هزار دلار به دانشگاه کلمبیا داد. 100 هزار دلار قبل از سخنرانی احمدی نژاد در اون دانشگاه و 50 هزار دلار بعدش. رئیس شورای ایرانیان آمریکایی، رئیس نایاک درست تر بگم، آقای تریتا پارسی، مؤسسه‌ای در آمریکا که به لابی جمهوری اسلامی در آمریکا مشهوره، یه پروژه میده. بازی مثال دیگه دارم میدم خدمتتون، یه پروژه میده آقای تریتا پارسی به ممجواد ظریف به اسم مذاکره با ایران. برای اجرای این پروژه 100 هزار دلار میگیره طبق اسنادی که منتشر شده. خب سوال اولم این است آقای حسن دایی عزیز که درآمدهای بنیاد علوی از کجا تامین می شده است؟ از قبل که من یه نکته تصحیح بکنم در مورد اون 100 هزار دلار، سندی بر دریافتش نیست. در اینکه آقای تریتا پارسی پروژه درست کردن همون موقع که با ظریف همکاری میکرد که 100 هزار دلار بگیرن، سند این هست، ولی اینکه پول رو گرفت و اینا، در مورد این سندی واقعش وجود نداره. خب منم پس تصدیق میکنم که بله، این 100 هزار دلار در ایمیل هایی که در جریان دادگاهی که اصلا در پیوند با شکایت که نایاک از شما فکر میکنم کرده بود آقای حسن دایی، و بعد این ایمیل هایی که بعضا منتشر شد و در این حال خود پرونده دادگاه که البته قابل دسترس برای همه هم هست، بله مطرح شد که قرار شده بود طبق ایمیل هایی که داده شده بله 100 هزار دلار دریافت کنه، که الله اعلم که گرفته یا نه. خب بفرمایید. عرض کنم که البته دادگاهی که آقای تریتا پارسی و نایاک باختن 184 هزار دلار هم به علت دروغگویی های مکرر مجبورشون که دادگاه جریمه بدن. حالا برگردیم به بنیاد علوی. بنیاد علوی قبل از انقلاب، ما بنیاد پهلوی در آمریکا چند ساختمان و ملک و اینها داشت، بعد از انقلاب این رو جمهوری اسلامی گرفت و بنیاد پهلوی شد بنیاد علوی. املاکی که در آمریکا هم بود و همینا که اشاره کردید، مهمترینش آسمان خراش خیابان 50 نیویورک در اختیار بنیاد علوی قرار گرفت. بعد برای مثلا بازسازی این برج با بانک ملی شریک شدن، که یعنی دو تا سهامدار اصلی داره، یکی بنیاد علویه یکی هم بانک ملی. خب واقعش اینه که همین ساختمونی که اشاره کردید، آخرین برآوردها من شنیدم بین 900 میلیون دلار تا 1 میلیارد و 100 میلیون دلار ارزش داره. درآمدش عمدتا از همین طریقه، میزان برآوردش هم بین 15 تا 20 میلیون دلار در سال بوده. طبق اسنادی هم که شما اشاره کردید، در جریان دادگاهی که در نیویورک بود علیه بنیاد علوی، کاملا مشخص شد که در مورد اینکه این پولهایی که درآمدها رو به کی بدن در آمریکا، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل تصمیم گیرنده اصلی بوده. حالا مثلا یه مدتی کمال خرازی بوده تا خود جواد ظریف. بنابراین پولهایی که خرج می‌شده با نظر نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل بوده. بعد این قبل از اینکه برسم به درآمد، به اینکه اینا کجا خرج می شده، حالا هر چقدر هم از کجا آمده و اینها کجا هزینه می شده، این خیلی مهمه. قبل از این ببینید، در ارتباط با تحریم جواد ظریف
خیلی حرفا نوشته شد، زده شد، گفته شد که خب تقریبا همش بر اساس حدس و گمانم هست. من سوالم اینه که آیا از طریق مشخصا جواد ظریف سندی مستندی هست که جمهوری اسلامی توانسته بوده از پولشویی بکنه در آمریکا؟ خب خود درآمدهای بنیاد علوی رو میگفتن این یه نوع به اصطلاح اینی که از طریق شرکت آسا که نماینده بانک ملی بوده این رو بخش از این درآمدها رو اسلام به اروپا میفرستادن و از طریق جاهای مختلف میفرستادن، این رو خود اونها پولشویی میدونن. ولی غیر از اون نه، به خود شخص ظریف رو سندی در این مورد نیست و اتهامی هم به طور مشخص به ظریف، آنچه هست به وزارت خارجه هست، به کل وزارت خارجه جمهوری اسلامی دست داشتن در تروریسم و پولشویی و مواد مخدر، همه اینا هست، ولی شخص جواد ظریف نخیر، من خبر ندارم. بعد درآمدهایی که بنیاد علوی داشته اینها در کجا خرج میشد؟ خب اینا چند به اصطلاح بخش داشت. یه بخشش بخش به اصطلاح نفوذ در آمریکا، لابی در آمریکا و کارهای دیگه است که حالا بحث مفصلیه. یه بخشیش توسعه شبکه مساجد و مدارس اسلامی وابسته به جمهوری اسلامی که شبکه وسیع هم هست، میلیون ها دلار در این زمینه خرج کردن تو همون واشنگتن که شما تشریح دارید، مرکز اسلامی مریلند که یکی از مهمترینشه، در هورستون مرکز مهمیه، در میشیگان مرکز دارن، در کالیفرنیا مرکز دارن، میلیون ها دلار خرج کردن و خرج هم میکنن. یکی هم در دانشگاه هم تو که اشاره کردی از برخی از اساتید و برخی از شخصیت هایی که به نفع جمهوری اسلامی کار میکردن اینا حمایت میکردن، به صورت های مختلف بهشون گرانت میدادن یا اشکال مختلف میدادن، و برخی هم بوده که برخی از دانشجویانی که میومدن و مثلا مخارج دانشگاه اینا رو از ایران که میومدن تامین میکرده. ولی مهمترینش به نظر من یک همین توسعه مدارس اسلامی و مساجد و بعد لابیی که میکردن که اون بخشش واقعا هنوز متاسفانه یکی از اشکالات ما ایرانیان اینه که ما در مواردی که به جمهوری اسلامی در اون مربوط میشه، یه طرفش جمهوری اسلامی، یه طرفش آمریکا، ما ایرانیان حضور جدی نداریم. ما میتونستیم صورت مسئله‌ای باشیم، بخشی از پرونده باشیم، دخالت کنیم، پرونده رو ببینیم، مثل پرونده رضا زراب، ده ها پرونده دیگه، ولی متأسفانه دسترسی نداریم به اون بخش عمدش که به کدام یک از ایرانیان داده میشد و کجاها این پولا خرج میشد. و تمام این صحبتی که کردین از در طول دوره جمهوری اسلامی در واقع انجام میشده است، ولی این بخشش که به ظریف مربوط میشه مشخصا اگر بخوایم به لابی های جمهوری اسلامی در دوره ظریف بپردازیم، کدام تشکل ها یا نمیدونم مجموعه هایی رو شما نام میبرید و کارکردشون چه بوده؟ حتی خواهیم که اگه اجازه بدید یه کمی طولانی، من یه 4-5 دقیقه طول بکشه این داستان، اصلا اینی که ظریف چجور و ظریف و دوستانش و اشاره کردید به درستی به صادق خرازی چجوری این شروع شد بگم، اون موقع نقش این ایرانی ها رو هم میبینیم اگه فرصتی هست. بفرمایید، خواهش میکنم. عرض کنم که واقعش اینه که در دوره دوم ریاست جمهوری رفسنجانی، همون موقع که صادق خرازی اشاره میکنه که ما رفتیم تا به اصطلاح در نیویورک فعالیت بکنیم و اینها به اهمیت نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل پی بردن، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی در آمریکا که سفارتخونه نداره، مهمترین سفارتخونش در کشور غربی در انگلستانه. در آمریکا نمایندگی نقش سفارت واقعا بازی میکنه، کار پاسپورتی نمیکنه، کار تجاری مشغول نیست، ولی بخش عمدش نفوذ در آمریکا و استفاده از شکافهای سیاسی در آمریکا به نفع جمهوری اسلامی. نمایندگی در سازمان ملل رو میگی، نه دفتر حفاظت از منافعی که در واشنگتن هست؟ نه، اون دفتر حفاظتی دفتر کوچکیه که فقط کارهای پاسپورتی میکنه، نه خیلی، نمایندگی در نیویورک در سازمان ملل. خب همیشه نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل به طور سنتی کسانی بودن که قبلا در آمریکا تحصیل کردن، در آمریکا آشنایی داشتن، حالا چه مثلا جعفر محلاتی بوده، چه خود کمال خرازی بوده، اینا تو انجمن اسلامی بودن که آقای ابراهیم یزدی و آقای دکتر چمران اینو راه انداخته بودن، با هم آشنایی داشتن، سیستم آمریکا رو کمی میشناختن، حتی سفارت ایران رو در آمریکا که اشغال کردن اولش همین 5 نفری که اونجا گرفتن همین بچه‌های انجمن اسلامی بودن که رفتن گرفتن. و بعد کمال خرازی که در به اصطلاح رفتش در دوره دوم رفسنجانی
رفتش به نیویورک در سال 1992 میلادی رفت به نیویورک، صادق برادرزاده خودش هم با خودش برد. از اونجا اون اصطلاح حلقه نیویورک معروف شد که جواد ظریف هم باهاشون بود، یکی دیگه به اصطلاح از کسانی که بود همین به اصطلاح سفیر کنونی جمهوری اسلامی، نماینده کنونی جمهوری اسلامی در سازمان ملل، همه اینها رفتن اونجا مشغول به کار شدن. اینا که کاری که کردن، اومدن دیدن که با استفاده از دموکراسی که در آمریکا و با امکانات مالی که دارن میتونن خیلی فعالیت بکنن. یکی اومدن با کمک کمپانی های نفتی یه لابی را انداختن، لابی را انداختن که بتونن تحریما رو روی جمهوری اسلامی بردارن. من به طور مشخص این رو میدونم و دیدم، سندش رو دیدم، که کمال خرازی پول چند تا از کنفرانس هایی که در کنگره آمریکا بود و در همین زمینه رو میداد. کنفرانس هایی که هم کمپانی های نفتی پولش رو حمایتش میکردن، هم دفتر نمایندگی در سازمان ملل کمک میکرد. بعد کار دیگری که کردن ایرانیان بود. ما در آمریکا 1.5 میلیون الان حدودا ایرانی داریم. سعی کردن ایرانی‌ها رو جذب کنن که موفقیت زیاد نداشتن. همین صادق خرازی اومدش به اصطلاح توی تلویزیون ایران انداخت به نام تلویزیون آفتاب، ولی موفقیت نبود. ولی به طور کلی اینا اومدن طرح راه اندازی لابی طرفدار جمهوری اسلامی در آمریکا رو، یعنی مجموعه ای از نیروها و گرایش ها که به نفع جمهوری اسلامی هم ایرانی و غیر ایرانی رو راه انداختن، که من اعتقاد دارم صادق خرازی آرشیتکت این بود، تلاش های زیادی کرد، ولی از اونجایی که تیپش و نوع حرف زدن و ایناش به اصطلاح زیاد مثل ظریف نبود مطرح نشد. از همون آغاز سالی 2-3 میلیون دلار خرج میکرد برای تماس با رسانه ها در اتاقهای فکری و کار به این ترتیب جلو می بردن. خیلی هم کار کردن. مهم اینه که این سیستم وقتی ایجاد کردن در آمریکا، یعنی تماس با رسانه ها، اندیشکده ها، متحدین خودشون کمپانی های نفتی، و اومدن چند گروه ایرانی آمریکایی رو ظاهرن که اسمشون ایرانی آمریکایی بود که بیشتر آمریکایی ها بودن، راه انداختن که به نفع جمهوری اسلامی لا بکنن. وقتی که محمد خاتمی، این مهمه که وقتی که محمد خاتمی رئیس جمهور شد، کمال خرازی به تهران برگشت، شد وزیر خارجه. صادق هم رفت در تهران معاونش شد. در خود وزارت خارجه اینا بخشی درست کردن که این مسئله رو، یعنی مسئله لابی در آمریکا و فعالیت‌های نیویورک رو ادامه بدن. این رو منسجم کرد، بهش نظم داد، سازماندهیش کرد و اینو راه انداختن. چطوری خبرنگارای غربی رو دستشین کنن، به تهران بیارن، به کدوم ویزا بدن، به کدوم ویزا ندن، چطور خبرنگاران خودشونو آرام آرام به غرب بفرستن، چطور آدم ها خودشو در این اندیشکده ها بفرستن، چطور این گروه های کوچک ایرانی رو مورد حمایت قرار بدن، و مهمتر از همه با کدام سیاستمدارهای تماس داشته باشن. به این نظم داد، به این تشکیلات داد، و این حلقه نیویورک به اصطلاح توی این بستر رشد کردن. و بعد که ظریف در سال 2002 اومد نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل شد، چون ظریف نفر چهار و پنجم بود در نیویورک، و ولی در سال 2002 شد نفر اول. نفر اول که شد، وقتی که به نیویورک رفت، تمام این سیستم رو تونست به صورت دقیق تر اجرا بکنه، قدرت زیادی داشت، متحدین جدید جمهوری اسلامی پیدا کرد، چون متحد اصلیش کمپانی‌های نفتی بودن. بعد گروه های مثلا چپ، که من اینا رو چپ نمیدونم، مترقی نمیدونم، گروه های یه سری گروه های چپگرا و ضد جنگ رو اینا تونستن جهت کنن. یکی از کارهای مهمی که ظریف کرد در دوره احمدی نژاد، از 2005 به بعد ظریف در نیویورک کرد، اینه که صدها نفر از این به اصطلاح افراد ضد جنگ، رهبران گروه‌های ضد جنگ رو به تهران بردن. اون موقع در تهران رحیم مشایی معاون احمدی نژاد این رو هدایت می‌کرد، در نیویورک هم خود ظریف، همین نایاک هم که اشاره کردید، با اینا همکاری می‌کردن، این افراد رو به تهران می‌بردن، روشون کار می‌کردن، در بازگشت نام می‌دادن بلندگوهای جمهوری اسلامی می‌شدن. در دوره آخر، یعنی در سالهای آخر جورج بوش، تلاش بسیار زیادی کردن به رهبری همین جواد ظریف، مجموعه این لابی، یعنی لابی به کمک کمپانی‌های بزرگ، به کمک این گروه‌های چپ، چند گروه کوچک ایرانی آمریکایی، همه اینها تونستن تأثیر زیادی بر افکار عمومی و سیاست‌های آمریکا بگذارن.
این دستگاه رو همین الان هم مورد استفاده قرار میدن، همین الان که جواد ظریف وزیر خارجه شده همین دستگاه رو داره. من اعتقاد دارم شواهد جدی هم وجود داره، یکی از دلایل تحریم ظریف سوای که وزارت خارجه جمهوری اسلامی تروریست هستش، یکی از دلایلش هم اینه که اینها با استفاده از دموکراسی آمریکا با دست باز در آمریکا میتونستن اینجا فعالیت بکنن، شبکه نفوذ داشتن. همین سفر آخری که ظریف اومد با یکی از خبرنگاران دوست، با سری از این مسئولین این اندیشکده های دوست، با سری از این ایرانی های دوست اینها دیدار کردن تا بتونن خط خود خودشون پیش ببرن. یعنی همونطور که در زمان سالهای آخر جورج بوش تلاش میکردن از شکاف های سیاسی در آمریکا و نارضایتی ها علیه جورج بوش استفاده کنن، الان هم دارن این کارو میکنن. آمریکا میخواد، به نظر من تصمیم جدی داره که به یک بار برای همیشه این شبکه نفوذ جمهوری اسلامی رو به اصطلاح محدود بکنه. وقتی شما جواد ظریف رو تحریم بکنید، دیگه باهاش شام و نهار خوردن در نیویورک و باهاش عکس گرفتن و باهاش ایمیل فرستادن و باهاش دوستی کردن و کارها رو هماهنگ کردن و از تهرانشون خط بده که شما این حرفا رو بزنید، اینها دیگه بسیار دشوار. چقدر نسبت به زمانی که فرض بفرمایید، نسبت به زمانی که مثلا یک محدوده زمانی بگیریم، موقعی که آمریکا از برجام اومد بیرون و یه مقدار در واقع رویارویی آمریکا و جمهوری اسلامی لااقل در عرصه دیپلماتیک و سیاسی برجسته تر شد، روشن تر شد، از اون موقع چقدر لابی های جمهوری اسلامی در آمریکا محدود شدن؟ میشه گفت یعنی همه این دوره اخیر میفهمید؟ بله. ببینید، لابی های جمهوری اسلامی، بخوام عرض کردم لابی جمهوری اسلامی یعنی نیست که گروه زیاد ایرانی دارن فعالیت میکنن. در جذب ایرانی ها موفقیت نداشتن. اینا بیشتر یه سری ایرانی هن، ولی متحدین اصلیشون آمریکایی ها هستن، حامیان اصلیشون اون کسانی هن که پولای زیادی دارن، کمپانی های هستن که در ایران میخوان برن بیزینس کنن، سربازان پیاده شون هم همین کسانی که اسم چپ رو خودشون گذاشتن و توهین به ترقی‌خواهی و چپگرایی هن. اما شب به اصطلاح چپ های آمریکایی منظورتونه دیگه؟ بله، نه ایرانیایی. بله اینا، بله، که از دشمنی با آمریکا طرفدار جمهوری اسلامی شدن. هر کی در دنیا یه جیغ ضد آمریکایی بزنه، اینا قش و ریشه میرن براش. این مشکل اینهاست. حالا وضعیت اینا چی شده؟ ببینید، قبلا موقعی که آقای اوباما بود، خب بالاخره متحدی داشتن در کاخ سفید، چون آقای اوباما می‌خواست با جمهوری اسلامی دوست بشه، دنبال سازش میگشت، به اینا احتیاج داشت. آقای تیتو پارسی از 2013 تا 2015 طبق اون دفتری که در ورودی کاخ سفید هر کی میره امضا میکنه، 33 بار ایشون در از 2 سال رفته بوده کاخ سفید. منم ایشون منزل خودش چند بار رفته بوده. خب ببین اینا بوده. ولی وقتی آقای اوباما رفت، دیگه متحد در کاخ سفید نشدن. ولی به این معناست که این لابی ها کاملا تضعیف شدن؟ نه. از نارضایتی ها علیه آقای ترامپ استفاده میکنن. متحدین آمریکای خودشون هنوز سر پان و از این فضا دارن استفاده میکنن. من در مجموع اگه بخوام بگم، از یک جهت به خاطر اینکه متحد اصلیشون دارن تضعیف شدن، ولی از جهات دیگه‌ای به خاطر همین که نارضایتی آقای ترامپ زیاده، از این دارن استفاده میکنن، یه مقدار دستشون باز شده. ولی در کلش چون دسترسی به دولت ندارن، بردشون همون افکار عمومیه و به طور محدودی تو کنگره، بیشتر رو افکار عمومیه. یه نکته دیگه هم بسیار مهمه آقای ولایتی، و اینه که بالاخره اون گفتمان اصلی که این لابی دروغین جمهوری اسلامی در اینجا راه انداخته که بتونن افکار خودشون رو پیش ببرن، حرفای خودشون رو پیش ببرن، به سیاست نداره آمریکایی بگن برو با جمهوری اسلامی دوست بشو، چی بود؟ که آقا اگه با جمهوری اسلامی دوست بشید و امتیاز بدید و تحریما رو بردارید و فلان، در ایران وضع حقوق بشر خوب میشه، میانه روها میان سر کار، مثل روحانی یا یعنی ظریف، سیاست خارجی جمهوری اسلامی معتدل میشه و از این فریب ها و دروغ ها. خب حباب این ترکیده، دیدن که آقا اینا سازش هسته‌ای کردن، جمهوری اسلامی در منطقه بیشتر دخالت کرد، نقض حقوق بشر که اصلا بهتر نشده در زمان روحانی، کجاش بهتر شده که؟ بنابراین همه اینها دروغ بوده، فقط برای گرفتن امتیاز بوده. و دیدنم که بعد از جنبش سال پایان سال 96، دیدن که مردم دنیا تضاد اصلی بین مردم ایران با حکومته، درسته که این لابی ها چی میگن؟ میخوان تضاد رو بین مردم ایران در کنار جمهوری اسلامی علیه آمریکا نشون بدن، این تضاد رو میخوان برجسته بکنن. در صورتی که همه دنیا میبینن که این دولت کنونی روحانی و نظام جمهوری اسلامی مورد نفرت مردم ایرانه و تضاد اصلی میده. یعنی میفرمایید وضعیت داخلی ایران در واقع باعث شد که تمام نتایج در واقع وضعیت داخلی ایران این داستانو
بله، یعنی به دو دلیل این لابی ضعیف شده، یکی متحدشون در کاخ سفید هستن، یکی هم تحولات داخل ایران، یعنی تضعیف روحانی، تضاد بین مردم و نظام که برجسته شده، اون گفتمان دروغ حبابش ترکیده، به این دو دلیل ضعیف شده، به یک دلیل هم یک کمی قوی تر شده و اون نارضایتی علیه آقای ترامپه. ولی اگه کف ترامپ رو بذاریم بیشتر ضعیف شدن تا قوی، نباید به ظاهر قضیه به شعارهاشون نگاه کرد، بسیار بسیار ضعیف‌تر شدن. بسیار سپاسگزارم آقای حسن دایی، کارشناس و پژوهشگر روابط بین المللی جمهوری اسلامی ایران. ممنونم آقای دایی. خب به دلایل متعدد من میخوام یه جمع‌بندی بکنم چند دقیقه‌ای که وقت داریم. به دلایل متعدد مهمترین وزیر خارجه 40 سال اخیر محمد جواد ظریف است. یک دلیل مهم، شاید مهمترین دلیلش، نمیدونم، به دلیل دروغای گوبلزیشه که همچین آدمایی واقعا معتقدن هرچی دروغ گنده تر باشه قابل قبول تره. من یکی دو تا نمونه بدم خدمتتون. 19 شهریور 1392 در گفتگو با دیلی بیست، خبرنگار دیلی بیست در آمریکا که درباره پرونده قضایی علیه نسرین ستوده وکیل سرشناس زندانی از جواد ظریف میپرسه، جواد ظریف میگه که اصلا نمیشناسمش، اسمشو از طریق رسانه ها شنیدم، اسم نسرین ستودر. بعد تو اتریش 1 فروردین 93 در جمع اعضای کمیته روابط خارجی پارلمان اتریش صحبت میکنه درباره گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران. آقای ظریف میفرمایند در ایران اعدام سیاسی نداریم و زندانیانی که به آنان میگویند سیاسی و عقیدتی مجرمان عادی هستند که از پوشش موقعیت شغلی خود استفاده میکنند برای ارتکاب جرم. مثلا روزنامه‌نگاران از این پوشش استفاده میکنند برای ارتکاب جرم. بعد تو همین آمریکا یه دوباره یه سال بعد 9 اردیبهشت 94 با چارلی روز مجری سرشناس تلویزیون پی بی اس آمریکا صحبت میکنه، گفتگو میکنه، میگه ما، آقای ظریف میفرماید ما در ایران هیچ کس را به خاطر عقیده‌اش زندانی نمیکنیم. افرادی که جرائمی مرتکب میشوند یا قوانین کشور را نقض میکنند نمیتوانند پشت این عنوان که روزنامه‌نگار یا فعال سیاسی هستند پنهان شوند. یعنی اینجور افراد به قول انگلیسی ها آمریکایی ها کریمینالند، مرتکب جرم و جنایت شدن و اسم خودشون گذاشتن فعال سیاسی یا مثلا روزنامه‌نگار و ما هم خب جنایتکارا رو میگیریم از این داستان. این دروغ‌ها انگار یکی از وظایف اصلی هر وزیر خارجه است که در جمهوری اسلامی به این سمت منصوب میشه و این سمت چون مثل وزارت اطلاعات مستقیم زیر نظر خامنه‌ای است، نه رئیس جمهور، گاه مشکلاتی هم براش در کسب اطلاعات و اجرا پیش میاد. سر همین مشکلات ساختاری نظام ولایت فقیه بود که یک بار ظریف استعفا داد، 6 اسفند 97 که استعفاش البته رهبر معظم نپذیرفت. علت استعفاش این بود که شاید بدانید که قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه بشار اسد رئیس حکومت سوریه رو دعوت میکنه ایران برای دیدار با خامنه ای که بشار اسد با خامنه ای و قاسم سلیمانی و حسن روحانی جلسه میذاره و قول و قرار میذارن بدون حضور ظریف که اصلا خود دعوت و سفر رو بهش نگفته بودن. همون موقع معاون قاسم سلیمانی در نیروی قدس سپاه گفت که از قبل از سفر اسد به تهران حسن روحانی هم از سفر اطلاع داشته. دارم به هم جواد گفت حالا که پیش همه قابرو منو بردین و به همه نشون دادین که من هیچ کارم استعفا میدم. آقا هم فرمودن بی خود استعفا میدی، حالا تو این اوضاع دیگه نمیذارم کسی به شما اهانت بکند و از این حرفا که مطبوعات جمهوری اسلامی هم نوشتن. یه همچین سخنگویی رو رهبر معظم به راحتی که از دست نمیده. کسی که تونسته تمام خدعه های آخوندی رو در روابط بین الملل طوری پیش ببره که حاصلش، باز فقط یه نمونه بگم، هم برجام بشه حاصلش، هم همزمان با برجام تکمیل کردن برنامه های هسته‌ای جمهوری اسلامی بشه، یعنی نقض غرض برجام. ببینین مرداد 1381 فعالیت های مخفی غنی‌سازی اورانیوم در نطنز که افشا شد، غربی‌ها یقه جمهوری اسلامی رو گرفتن، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افتاد جلو که چرا جمهوری اسلامی این فعالیت‌ها رو مخفی کرد و به آژانس که می‌باید در هر فعالیت هسته‌ایش گزارش می‌داده گزارش نداده. بعد مذاکرات سه کشور فرانسه، انگلیس، آلمان با جمهوری اسلامی شروع شد و حکومت ایران کلی وعده داد و توافقنامه امضا کرد که از این بعد قانونی و سه کشور عادی عمل میکنه.
از جمله اینکه همه فعالیت‌های هسته‌ایش موقتا تعطیل می‌کنه. حالا بشنوید که حسن روحانی چی گفت. ما متوقف کردیم، ما کامل کردیم فناوری رو. آقای آبدینی، ما فناوری هسته‌ای را کامل کردیم به این معنا که فرصت لازم را ایجاد کردیم تا UCF اصفهان کامل شود، UF4 تولید شود، UF6 تولید شود. روزی که من پرونده رو ترک می کردم 1700 خورده سانتریفیوژ آماده ما داشتیم. روزی که من پرونده رو تحویل گرفتم 150 تا داشتیم. آمریکا میخواست چیکار بکنه؟ آمریکا میخواست پرونده ما رو به شورای امنیت ببره. ما نذاشتیم به ایران حمله بشه. در اون شرایط حساس یادتون باشه کی بود؟ ما دنبال این بودیم یه فرصت درست کنیم این فناوری کامل بشه. اون روز که سه وزیر اروپایی رو دعوت کردیم فقط 10 عدد سانتریفیوژ در نطنز میچرخید. ما 1 UF4 و UF6 نمیتونستیم تولید کنیم. ما آب سنگین نداشتیم. ما کیک زرد نمیتونستیم تولید کنیم. ما تولیدات سانتریفیوژ ما در کشور کلش 150 عدد بود. ما میخواستیم همه اینا رو کامل کنیم. ما نیاز به فرصت داشتیم. ببینید تو تمام این حقوق بازی‌های بین المللی و کلک زدن به قوانین بین الملل و کشورهایی که اومدن باشون مذاکره بکنن، جواد ظریف پای اصلی بود. بریم پرده آخر. گلل جبال، کوه‌ها و هرچی در اوست، سنگ و معادن سنگ مال خاتم الانبیاست. بطون آدیه، دره ها و بیابان ها، از اینجا تا شیراز تا بندر عباس تا آفریقا تا آمریکا، کره زمین بیابوناش ملک تلق خاتم الانبیاست، نه ایران و عراق و حجازان، کره زمین. معادن، معدن زغال سنگ، معدن نفت، معدن گاز، معدن قیر، معدن طلاس، معدن نقره است، معدن عقیق، معدن فیروزه است. و قص علا ذالک، معادن همه مال وجود مقدس خاتم الانبیا و امام زمان سلام الله علیه. شب و روزگار خوش.